Offset Entities از این فرمان برای کپی کردن ترسیمه اولیه با یک فاصله مشخص از خودش استفاده میکنیم در نایه گرافیک یک ترسیمه ایجاد کردم که میخوام با فرمان Offset کپی از این ترسیمه در بالای خودش به فاصله 10 میلیمتر داشته باشیم و یا یک فاصله دیگه. برای دسترسی به فرمان Offset Entities چند روش وجود داره. روش اول در نوار کامن منیجر و سربرگ اسکیش بر روی آفست کلیک کنم. روش دوم در ناحیه گرافیکی کلیک راست میکنم. اسکش تولز رو انتخاب میکنم و از این زیر منوی که به من نمایش داده میشه بر روی آفست انتیتیز کلیک میکنم. برای بستن آفست انتیتیز بر روی کلوز کلیک میکنم. روش سوم کلید اس از صفحه کلید رو میفشارم و در این قسمت بر روی آفست انتیتیز کلیک میکنم. روش چهارم در نوار منو بر روی منو تولز کلیک میکنم، اسکش تولز رو انتخاب میکنم و بعد بر روی آفزت کلیک میکنم. در نایه گرافیک کلیک میکنم تا این زیر منو بسته بشه اگر نشانگر موس رو بر روی Offset قرار بدم تول تیپی به من نمایش داده میشه که در این تول تیپ میگه که ترسیمه ها رو اضافه می کنیم به وسیله فاصله دادن از صفحات، گوشه ها، منحنی ها یا از یک ترسیمی دیگه با فاصله مشخص. بر روی Offset کلیک می کادر Offset در سربرگ Property Manager فعال می شه. در ناحیه پارامترز کادر متنی قرار گرفته که فاصله ترسیمی دوم از اولی رو مشخص میکنه. من در این قسمت یه عدد رو تغییر میدم به سی میلی متر با دابل کلیک کردن این موضوعات رو غیر فعال میکنم تا بتونم از اول توضیح بدم Add Dimensions با فعال شدن Add Dimensions پس از کپی کردن ترسیمه ترسیمه جدید دارای اندازه گذاری میشه برای انتخاب ترسیمه بر روی یک قسمت از اون کلیک میکنم من اگر بر روی این قسمت کلیک کنم کلیک راست موس رو می فشارم این ترسیمه ایجاد شد با فاصله 30 میلیمتر از ترسیمه اصلی کلید ترکیبی کنترل زد رو می فشارم فرمان آفست تیزیس رو مجددن اجرا می کنم ریورز قبل از اجرای ریورز یک قسمت رو انتخاب می کنم با کلیک بر روی ریورز و انتخاب ریورز ترسیمه جهتش تغییر میکنه یعنی از جهت پایین به جهت بالا منتقل شد میتونی مشاهده کنیم این تغییر رو select اگر بر روی سلیک انتخاب کنم کل ترسیمه برای من انتخاب میشه یعنی انتخاب زنجیری من میام یک قسمت رو انتخاب میکنم select رو فعال میکنم و بقیه قسمت ها انتخاب میشن بای دیرکشنال اگر بر روی بای کلیک کنم ترسیمه از دو طرف برای من ایجاد میشه یعنی ترسیمه هایی که قابلیت ایجاد شدن از دو طرف رو دارن برای من ایجاد میشن بای رو غیر فعال میکنم سیلیک رو هم غیر فعال میکنم بای رو فعال میکنم تا برای این ترسیمه متوجه بشیم در دو طرف ترسیمه بای رو وقتی فعال کردم یک ترسیمه کمکی به رنگ زرد رنگ یا یک پیشنمایشی ایجاد میشه. بر روی اوکی کلیک میکنم در دو طرف ترسیمه اصلی ترسیمه های شبیه به خودش ایجاد میشن. با فاصله سی میلیمتر. کلید های ترکیبی کنترل زد رو میفشارم. مجددا بر روی آفست این کلیک میکنم. بای دایرکشن رو انتخاب کردم یک قسمت رو انتخاب میکنم. کپ ends با فعال شدن کپ دو طرف ترسیمه بسته میشه اگر آرک فعال باشه دو طرف ترسیمه به صورت نیم دایره بسته میشه و اگر لاینز فعال باشه ترسیمه ها به صورت خط بسته میشه برای درک بهتر انتخاب ها رو تغییر میدم این قسمت رو انتخاب میکنم بای دایرکشن رو میتونم غیر فعال کنم یا فعال باشه میبینیم که این ترسیمه انتخاب شد و این دو ترسیمه ها و اطراف این ترسیمه بسته شد. آرک رو اگه فعال کنم این ترسیمه به این شکل ایجاد میشه. لاین رو دوباره فعال میکنم و بعد بر روی اوکی کلیک میکنم. یک مستطیل برای من در این قسمت ایجاد شد. برای فهم بهتر من یک خطی ترسیم میکنم به این صورت آفزت رو فعال میکنم Select چین انتخاب یکی از موضوعات و متوجه میشیم که با فعال بودن کپ انز دو طرف ترسیم بسته شد به صورت خطی و آرکس رو فعال میکنم به صورت نیم دایره دو طرف بسته میشه برای تایید نهایی بر روی اوکی کلیک میکنم در نهایت متوجه شدیم برای ایجاد یک ترسیمه شبیه به ترسیمه اصلی با یک فاصله مشخص از فرمان Offset Entities استفاده می کنیم. که می در این فرمان ترسیمه جدید رو اندازه گذاری کنیم جهتش رو تغییر بدیم به صورت زنجیری انتخاب کنیم از دو طرف این ترسیمه جدید رو ایجاد کنیم و حتی دو طرف ترسیمه رو به همدیگه متصل کنیم.